سرخط خبر. هشدار ترامپ بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی: اگر ایران به آمریکایی ها حمله کند 52 هدف مرتبط با ایران را میزنیم. تشییع جنازه قاسم سلیمانی در ایران: از اهواز تا مشهد، تهران فردا تعطیل است. و نشست فوق‌العاده پارلمان عراق درباره خروج نظامیان آمریکایی: نخست وزیر میگوید ادامه حضور آنها به نفع هیچ کس نیست. سلام، عصر یک شمتون بخیر. صدها هزار نفر در ایران در شهرهای اهواز و مشهد در مراسم تشییع جنازه فرماندهی شرکت کردند که نماد بلند پروازی های منطقه ایران شناخته می شد. جسد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، که پنجشنبه شب در حمله هوایی آمریکا نزدیک فرودگاه بغداد عراق کشته شد، امروز در اهواز و مشهد تشییع شد. دونالد ترامپ تهدید کرده که اگر ایران به آمریکایی‌ها حمله کند به 52 هدف مهم برای ایران از جمله اهداف فرهنگی حمله می‌کند. وزیر خارجه ایران در پاسخ به این تهدید هدف قرار دادن مراکز فرهنگی را جنایت جنگی خوانده. کسری ناجی گزارش می‌دهد. تصاویر تلویزیون دولتی ایران از تشییع جنازه قاسم سلیمانی و همراهانش که پنجشنبه شب در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند. اینجا در اهواز ده ها هزار نفر اجساد را تشییع کردند. خیلی ها خواستار انتقام هستند. شما یه سیلی به ما زدی، ولی یه اردنگی بهت میزنیم که نه تنها تو خاورمیانه، بلکه تو کاخ سفید خودت هم نتونی بشینی. فقط همینو بگم، انتقام سخت در راه است. مقام های ایران میگویند در مجموع 10 نفر در این حمله کشته شدند که 5 نفر از آنها از افراد سپاه قدس بودند، از جمله فرمانده نیرو. جسد ابو مهدی مهندس، فرمانده 8 شعبی هم که در همین حمله کشته شد، اینجا امروز تشییع شد. یک مقام 8 شعبی گفته علت انتقال جسد او به ایران انجام آزمایش DNA بر روی بقایای اجساد است تا بشود آنها را شناسایی و تفکیک کرد و بعد به خاک سپرد. فرمانده پیشین سپاه پاسداران گفته است که از قاسم سلیمانی تنها دست او سالم باقی مانده است. در این حمله‌ای که یک پهپاد آمریکایی با 2 موشک 2 اتومبیل آنها را هدف قرار داد. چند ساعت قبل از تشییع جنازه امروز در آمریکا، دونالد ترامپ در توییتر علیه هر نوع انتقام‌جویی از طرف ایران هشدار داد و تهدید به حمله کرد، حتی به مراکز فرهنگی. ما 52 سایت ایران معادل 52 گروگان آمریکایی که ایران خیلی سال پیش گرفت، که برخی دارای ارزش و اهمیت بالا برای ایران و فرهنگ ایرانی هستند، را در تیررس داریم و به این اهداف و به خود ایران به سرعت و به شدت حمله خواهد شد. آمریکا دیگر هیچ تهدیدی را تحمل نمی‌کند. در پاسخ وزیر خارجه ایران بلافاصله تهدید رئیس جمهوری آمریکا به حمله به مراکز فرهنگی ایران را جنایت جنگی توصیف کرد. دونالد ترامپ که روز جمعه با ترورهای بزدلانه مرتکب نقض سنگین قوانین بین‌المللی شد، بار دیگر تهدید به نقض هنجارهای بنیادین کرده. هدف گرفتن اماکن فرهنگی جنایت جنگی است. در مجلس امروز این نمایندگان برای یک بار هم که شده ظاهراً یک صدا. آقای ترامپ این صدای ملت ایران است. آقای ترامپ، شما جنایتی بزرگ مرتکب شدید. نام شما را در تاریخ جهان همردیف جنایت کودتای 28 مرداد و جنایت دیگر آمریکا در سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران ثبت می‌کنم. ملت ایران شما را نمی‌بخشد و سزای این گستاخی سفاکانه را خواهید چشید. در لندن این وزیر خارجه بریتانیا که امروز به بی بی سی گفت راهی واشنگتن است تا راهی برای کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا در منطقه پیدا کند. ایران مدت هاست که فعالیت‌های به شدت بی‌ثبات کننده‌ای داشته که بخش‌هایی از آن نتیجه فعالیت‌های ژنرال سلیمانی بوده. ما همچنین شاهد نقض قوانین بین‌المللی از طرف ایران بودیم.
از تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای گرفته تا رفتار بسیار بد با دو تابعیتی‌های زندانی. رئیس جمهوری آمریکا و رئیس جمهوری فرانسه در را برای یک راه حل دیپلماتیک باز گذاشتند، اما رهبری ایران تصمیم گرفته که این مسیر را انتخاب نکند. اما ما باید با آینده به دقت نگاه کنیم و تنش‌ها را کاهش دهیم. ما نمی‌خواهیم شاهد یک جنگ بزرگ در این منطقه باشیم. در ساعت‌های گذشته بقایای اجساد قاسم سلیمانی و همراهانش در مشهد هم تشییع شد، بعد از آنکه با هواپیما آنها را به مشهد منتقل کردند. قرار است تشییع جنازه او فردا در تهران و قم برگزار شود و روز سه‌شنبه در کرمان زادگاه او. روزهای توأم با خشم و اندوه خیلی ها در این شرایط خطرناک و غیر قابل پیش بینی. کسرا نجی بی بی سی. الان که داریم صحبت میکنیم، لحظات پیش مجلس عراق تصویب کرد طرح خروج نیروهای نظامی آمریکایی از عراق رو. مجلس در مجلس عراق رأی آورد. جلسه اضطراری مجلس عراق امروز با حضور نخست وزیر این کشور عادل عبدالمهدی برگزار شد. همکارم نفیسه کوهنورد اینجاست. نفیسه، برامون از جلسه مجلس بیشتر توضیح بده. جلسه با حضور 168 نماینده برگزار شد. 165 نماینده لازم بود که در مجلس حضور داشته باشن برای رأی گیری که رسمیت داشته باشه، و با اکثریت آرا خروج، اخراج در حقیقت نیروهای آمریکایی از طرف این گروه‌ها تصویب شد. بیشتر گروه‌هایی که در مجلس هستن، گروه‌های طرفدار مقتدی صدر و همچنین گروه های نزدیک به ایران و نخست وزیر قبلی عراق در پارلمان هستند که گروه نصر هست، و تقریبا میشه گفت همه یک صدا وارد مجلس شدن. بیشتر گروه های شیعه هستند، سنی ها بیرون در کافتریا موندن، کرد ها کلن سفر نکردن، خیلی از نماینده های کرد به بغداد، و به جاش بیشتر نماینده های کرد ما میبینیم که در سلیمانیه و اربیل در مراسم ختم قاسم سلیمانی از هر همه احزاب شرکت کرده بودند، ولی به نوعی نخواستن که طرف بگیرن در این مسئله. پارلمان با شعارهای مرگ بر آمریکا شروع شد. خب انتظار میرفت که رأی بیاره، اما صحبت های عادل عبدالمهدی غیر قابل انتظار بود. یعنی وقتی که اومد انتظار می‌رفت که یک حتی درخواست بکنه که صبر بکنن برای چنین چیزی، ولی به جاش اعلام کرد که زمان خروج نیروهای آمریکایی فرا رسیده و به نفع آمریکا و عراق که نیروهای خارجی عراق رو ترک بکنن. و جالبه که اشاره کرد که قاسم سلیمانی به دعوت شخص نخست وزیر عراق به عراق سفر کرده بود و قرار بود نامه ای رو به عربستان سعودی بده برای شروع گفتگوها و رایزنی ها. و از یک طرف دیگه همزمان با این نشست، سفارت سفیر آمریکا در بغداد رو وزارت خارجه عراق گفته که بیاد به وزارت خارجه و احضار کرده. در بیانیه هم که وزارت خارجه عراق صادر کرده، خیلی جملات تندی رو استفاده کرده و گفته که تمامیت ارضی و استقلال عراق رو آمریکا با این کارش کاملا نقض کرده و کار غیر قانونی کرده، برای همین هم باید پاسخگو باشه. از طرفی مقتدی صدر، روحانی شناخته شده شیعه که الان در تهران هست و در مراسم قاسم سلیمانی در خانه قاسم سلیمانی هم شرکت کرده بود، گفته که زمان بستن سفارت آمریکا رسیده و به نوعی خیلی تندتر از همیشه حرف زده و از طرفدارهاش خواسته که پشت او وایستن. و پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم خیلی کوتاه در جواب عادل عبدالمهدی گفته که این خواست مردم عراق نیست. جالبه که آقای پومپئو دیشب گفته بود که عراقی‌ها از کشته شدن قاسم سلیمانی خوشحالن و ویدیوی رقصیدن گروهی کوچکی از عراقی‌ها در خیابان‌های بغداد رو منتشر کرده بود و گفته بود که ما از مردم عراق می‌خوایم که با همون کاری که در این چند ماه کردن، یعنی تظاهرات، اشارش به تظاهرات دو ماهه میدان تحریر بود، گفته به اون کار ادامه بدن تا به خواست خودشون برسن و ما پشتیبانشون هستیم.
نفیسه، حالا بعد از این رأی آوردن این طرح، چه در پیش روی نیروهای ائتلاف آمریکایی هست؟ قدم بعدیشون چی؟ آیا میرن؟ بر اساس قراردادی که اینها بستن زمانی که جنگ با داعش شروع شد و ائتلاف بزرگ به رهبری آمریکا تشکیل شد، قرار بر این بود که یک سال فرصت داده بشه اگر هر کدوم از طرفین قرارداد این قرارداد رو نقض بکنه، همچنان یک سال موظفه که این نیروها در عراق بمونن و به آموزش نیروهای عراقی و همچنین جنگ با داعش ادامه بدن. اما میبینیم که ائتلاف امروز در بیانیه‌ای که منتشر کرده، ضمن متهم کردن کتایب حزب الله به هدف قرار دادن پایگاه‌های ائتلاف، گفته که برای ما اولویت حفظ امنیت نیروهامون در درجه اول در اولویت و برای همین هم تمام فعالیت هامون از جمله آموزش نیروهای عراقی و همچنین جنگ با داعش رو فعلا متوقف میکنیم. پریزاد، ائتلاف، وقتی صحبت از ائتلاف میکنیم، 176 کشور در این ائتلاف شرکت دارن. بعضی ها 3 تا شاید نیرو داشته باشن به عنوان مشاور یا آموزش دهنده، بعضی ها مثل آمریکا بیشتر از 5200 نیرو دارن در عراق. اینکه حالا همه هم موافق این عملیات ظاهرا نبودن، بعضی ها میگن بی دلیل الان نیروهای ائتلاف در خطر قرار گرفتن، بعضی از کشورها دارن تصمیم گیری میکنن که نیروهاشون رو از اونجا خارج بکنن، ممکنه یک بار تصمیم بگیرن که این کلن قرارداد رو هم حذف بکنن، چون بخشی از گروه های شیعه هم دارن فشار میارن که کلن اصلا توافقنامه کلن نقض بشه. ولی به هر حال به نظر میاد که نیروهای ائتلاف هم الان خیلی شانس چندانی نخواهند داشت، به خاطر اینکه به گفته خود عادل عبدالمهدی هم اعتماد بین اونها از بین رفته. من از بعضی از نیروهای ائتلاف خودم شنیدم که میگن نگرانیم، در پایگاه‌های عراقی هم متاسفانه میگفتن متاسفانه نگرانیم، برای اینکه نمیدونیم، شاید این نیروهای عراقی الان دچار به هر حال احساسات بشن و بخوان علیه ما در خود این پایگاه‌ها کار بکنن. به هر حال گروه‌های کوچیکی هستن که رابطه بسیار نزدیکتری با نیروهای آمریکایی دارن، ولی خب نمیتونیم این رو تعمیم بدیم به همه نیروهای عراقی، حتی اونهایی که دارن از طرف آمریکایی ها آموزش میبینن. قبلا گروه کتایب اهل حق هشدار داده بود به نیروهای عراقی و گفته بود که امروز بعد از ظهر مشخصا از پایگاه های نظامی آمریکایی در عراق فاصله بگیرن. معلوم هست که الان سر این هشدار چی میاد؟ فکر میکنم پریزاد بعد از این تصمیمی که الان در پارلمان گرفته شده، شاید یه خورده کمک بکنه که تنش و این تهدیدها بیاد پایین، مگر اینکه حالا خب از طرفی گروه کتایب حزب الله جزو گروه‌های تند شیعه و مسلح شیعه است، حتی درخواست ثبت نام برای عملیات به گفته خودشون استشهادی یا همون انتحاری کرده بودن، برای همین هم نمیشه الان پیش بینی کرد که آیا واقعا میخوان تقاص این حمله رو به این شکل بگیرن یا منتظر خواهند شد که همین تصویب این قانون براشون پیروزی محسوب میشه و اونها رو میتونه آروم بکنه. من به نظرم حتی همین صحبت‌های آقای عبدالمهدی هم وقتی که گفت به صلاح خود آمریکایی‌ها و عراق که ترک بکنن، به نوعی برمیگرده به همین نگرانی و این امیدواری که شاید این تصمیم باعث بشه که جلوی یه سری تحرکات علیه این نیروها گرفته بشه. شاید بخشی از این نیروها منتقل بشن به مناطق کردنشین که امن‌تره، اما در نهایت موندنشون خیلی آسون نخواهد بود در عراق. ممنونم ازت نفیس کوهنورد همکارم اینجا. بله، اونطور که شنیدیم از نفیس، پارلمان عراق دقایقی پیش به خروج نیروهای آمریکایی از این کشور رأی داد. نمایندگان پارلمان موافقتنامه‌ای که مبنای حضور نیروهای آمریکایی بود رو لغو کردند و حضور هر گونه نیروی خارجی در عراق یا استفاده از حریم هوایی، دریایی یا زمینی این کشور برای اهداف نظامی خارجی رو ممنوع کردند. بر اساس این مصوبه، داشتن سلاح در انحصار نیروهای دولتی است. همچنین دولت عراق ملزم شده که رسما از حمله آمریکا به کاروان حامل قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کند. همکارم سام فرزانه از واشنگتن با ماست. سام امین، الان خبری رو داشتیم از اینکه
مجلس عراق رأی داده که نیروهای آمریکایی از این کشور خارج شدن. واکنشی بوده به این خبر تا حالا در آمریکا؟ واکنش رسمی نه، اما اون چیزی که میشه مثلا در میون افرادی که در رسانه ها هستن، در مراکز در اندیشکده ها کار میکنن، اینها رو در توییتر وقتی دنبال بکنید، پاسخی که شاید بشه گفت که نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که بسیاری این رو به عنوان یک موفقیت حتی برای ایران میبینن که حالا ایران میتونه اینجا در عراق امکان بیشتر دست بازتری رو داشته باشه. و چند نفری هم دیدم که حتی نگاه میکردن به این ماجرا از دید این که این همه آمریکا پول در عراق خرج کرد، حالا چه خرج نظامیگری خودش بوده چه کارهای دیگری که اونجا انجام دادن، و حالا ازشون خواسته شده که از عراق بیرون برن. این رو هم میدونیم که آقای ترامپ و وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو، اینها چند روزی است که از این صحبت میکنن که این اقدام منجر به این شده که امنیت برای آمریکایی ها بیشتر بشه و این حس امنیت بیشتری برای آمریکایی ها به وجود بیاد بعد از کشتن قاسم سلیمانی. و حالا این سوال هم مطرح میشه که خب این امنیت چجوری اتفاق میفته وقتی که حتی از یکی از مناطق حساسی که در اختیار داشتن، پایگاه داشتن در عراق، حالا باید این رو بیان بیرون. باید منتظر بمونیم واکنش های بیشتر رو از طرف مقام های آمریکایی ببینیم. سام، در داخل آمریکا در میان سیاستمداران از بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، این تصمیم آقای ترامپ برای حمله و کشتن قاسم سلیمانی چه اختلافاتی رو دامن زده با توجه به اینکه به نظر میاد که آقای ترامپ هیچ گونه مشورتی هم، یعنی اطلاعی به سناتورها نداده، تماسی با اونها نگرفته؟ ببینید، مرسوم هست که وقتی که میخوان چنین حمله را انجام بدن، یک تصمیم بزرگ در واقع سیاسی در خارج از مرزهای این کشور رو آمریکا بگیره، به رهبران کنگره از هر دو حزب و چه مجلس نمایندگان چه سنا با اونها در میون میگذارن و به اونها اطلاع میدن. در این مورد مثل مورد قبلی که کشتن رهبر داعش بود، اینها به دموکرات ها نگفتن و بهانه ای هم که میاره دولت اینه معمولا که میگن که خب ما نمیخوایم که خبر به بیرون درز بکنه. حالا به نظر میرسه که یک بخشی از کارمندان کنگره رو در مورد این ماجرا بهشون گفتن، توضیح دادن بهشون، اما میدونیم که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواهان این شده که دولت برای کل نمایندگان بیاد و یک توضیح کامل بده که چه اتفاقی افتاده، اما به نظر نمیرسه که دولت خیلی مایل باشه به در میون گذاشتن اطلاعاتی که داره. مثلا مایک پومپئو که وزیر خارجه آمریکا هست، امروز در چند برنامه تلویزیونی ظاهر شد، در برنامه‌های مجله‌های خبری سیاسی که روزهای یکشنبه پخش میشن، و صحبت کرد درباره این که از جمله جواب داد به این سوال که چه زمانی آمریکا این اطلاعات رو در اختیار مردم و کنگره میذاره. گفت که فعلا معلوم نیست، گفت اینها مسائل امنیتی است و آمریکا و دولت نمیتونه اینها رو در اختیار همه بذاره، مخصوصا وقتی که از او سوال میشد که میگفتن که خب شما میگید که آقای سلیمانی در حال برنامه‌ریزی برای حملات بیشتر بوده، این حملات چی بوده، چه چیزی میتونید بگید، میگفتن که ما هیچ الان در حال حاضر نمیتونیم این جزئیات رو در اختیار کسی بگذاریم. و نکته دیگه ای هم که بود از اون میپرسیدن در مورد این صحبت آقای ترامپ که به 52 مرکز از جمله مراکز فرهنگی ایران حمله خواهند کرد در صورتی که ایران سعی بکنه که مقابله‌ای بکنه با آمریکا، گفت که آمریکا بنا به قانون عمل خواهد کرد اما برای دفاع از خودش از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنه. این که اشاره می‌کنه به قانون اینه که در قوانین بین‌الملل اگر تخریب بشه مکان‌های فرهنگی یا مکان‌های زیارتی یا دینی، این به عنوان جنایت جنگی شناخته میشه. و خیلی انتقاد شده بود از آقای ترامپ که چرا چنین حرفی زده. به نظر میرسه که حالا آقای پومپئو داره سعی میکنه که کمی اون رو متعادل بکنه و بگه که آمریکا بنا به قوانین بین‌المللی عمل خواهد کرد. ممنونم ازت سام فرزانه، همکارم از واشنگتن با ما.
حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی در نیوکاسل بریتانیا با ماست. آقای آریان، اگر میشه برامون توضیح بدید که الان که این مسئله مطرحه، نگرانی عمده در واقع اینه که تنش بین آمریکا و ایران بالا گرفته و همه نگرانن که شاید جنگی صورت بگیره. اگر این اتفاق بیفته، و البته دو طرف گفتن که ما میخوایم خواهان جنگ نیستیم و میخوایم که جلوگیری بکنیم از اینکه تنش بالاتر بره، ولی اگر ایران که میگه میخوام انتقام بگیرم، آیا چه راه حلی پیش روی ایرانه؟ چه گزینه هایی داره؟ ایران به باور من گزینه های زیادی برای رویاروی مستقیم با آمریکا نداره. اینکه ایران واکنش نشون بده، به باور من این حتمی است برای اعتبار جمهوری اسلامی و تمام این شعارهایی رو که تا به حال دادن. به احتمال قوی جمهوری اسلامی از هر نوع مقابله مستقیم با آمریکا خودداری خواهد کرد. اگر ما واقعا اون تحلیل‌های نظامی رو تو شورای امنیت ملی اینا رو کنار بذاریم، فقط حساب تکیه بکنیم به خرد متعارف، ببینید ایران نمیتونه با آمریکا رویارویی مستقیم داشته باشه. نه نیرو داره، نه سلاح‌های همسان داره، نه تکنولوژی داره، نه پولش داره، و این رو هم میدونه. به همین جهت آیت الله خامنه‌ای گفتی ما وارد جنگ با آمریکا نمیشیم. بنابراین اون چرا که پرزیدنت ترامپ گفته اگر ایران حمله بکنه به پرسنل ما جواب خواهیم داد، 52 هدف را میزنیم، ایران این کار را نخواهد کرد. ایران تکیهش بر روی اهداف نرم خواهد بود و به طور غیر مستقیم. البته مقامهای ایرانی گفتند که اگر انتقامی بگیرن، که گفتن که انتقام میگیرن، انتقامشون خیلی سخت و کوبنده خواهد بود. حالا اگر بخوان این انتقام بگیرن، چه گزینه هایی دارن برای انتقام گرفتن؟ خب هدف های نرم رو بهش توجه خواهند کرد. این مثلا ببینید، هدف های نرم هدف هایی است که اون غیر نظامی است، واقعا حفاظت شده نیست به اون معنا. اقتصادی میتونه باشه، میتونه مراکز فرهنگی باشه، میتونه فرض بفرمایید که تأسیسات نفتی باشه، میتونه حتی میدونی استادیوم های ورزشی باشه، میتونه اگه خیلی بالاتر بریم بخوایم واقعا یه ذره بازش بکنیم، میتونه مثلا برای نمونه ژنرال بازنشسته آمریکایی باشه خارج ساکن یک کشور. بنابراین به این نوع گزینه ها ایران دست میزنه، کما اینکه در مورد آرامکو این کار رو انجام داد، در مورد نفتش این کار رو انجام داد. شما میگین که اهدافشون ممکنه اهداف نرم، اهداف کم اهمیت باشه، ولی حسین دهقان مشاور نظامی رهبر ایران که همین اخیراً امروز صحبت کردن، گفته که پاسخ ایران نظامی و علیه مراکز نظامی خواهد بود. خب این شعارها رو معمولا میدن. اینا حالا فعلا تو این شرایط هیجانی دارن صحبتهایی میکنن. نباید به باور من اینا رو خیلی جدی گرفت، برای اینکه این نوع یک نوع خودکشی است. ببینید اگه بخواد ایران وارد یه عملیات نظامی مستقیم بشه، اون چرا که پرزیدنت ترامپ گفت که 52 هدف رو میزنیم، شاید هدفهای بیشتری رو واقعا بهش صدمه بزنن، ولی این کار یک نوع خودکشی خواهد بود برای ایران. این در دکترین نظامی ایران به باور من نیست. 52 هدف یعنی چی؟ یعنی تاسیسات هسته‌ای ایران رو خواهند زد، تاسیسات موشکی، پایگاه‌های هوایی، پایگاه‌های نیروی دریایی، جایی که در اطراف خلیج فارس دریای عمان نیروهای دو کشور در مجاورت هم عمل می‌کنند، و به طور کلی از بین بردن فرماندهی و کنترل نیروهای مسلح ایران. اینها صدمه شدیدی به ایران می‌زنه، ضمن اینکه واقعا آمریکا به اهداف نظامی ممکنه برسه ولی به اهداف سیاسی خودش نخواهد رسید. چه استراتژی رو آمریکا میخواد با این هدف‌ها دنبال بکنه، اون هم جای بحث داره. چه منظورم اینی که اهداف سیاسی است. یعنی شما هم معتقد هستین که اگر ایران اهداف نرم به گفته شما رو هدف قرار بده، آمریکا یعنی دونالد ترامپ به اون توییتش پایبند نخواهد بود، توییتی که 52 تا هدف رو میزنه؟ خب ایران انکار میکنه. بیایم یه نمونه مثالی بزنیم.
ایران حمله کرد به آرامکو، گفت من این کارو نکردم، کار حوثی‌هاست. حوثی‌ها اعلام کردن از طریق گروه‌های نیابتی، گفتن که ما این کارو کردیم. بعد از اون چون این مستقیم علیه منافع آمریکا، پرسنل آمریکا نبوده و ایران از خط قرمزی رو که آمریکا داره رد نشده، نتیجه چه شد؟ نتیجه شد وقتی که نگاه میکنیم در وهله اول ایران رو گفتن که ایران مسئول این کار هست، کشورهای اروپایی گفتن خیر، گفتن باید بررسی بشه. و این با توجه به مرور زمان و بررسی هایی که کردن و چون مستقیما علیه آمریکا نبود، آمریکا رو مجبور نکرد، فشار داخلی برای پرزیدنت ترامپ نبود که بخواد واکنش نشون بده. به همین جهت مسئله به نحوی شامل مرور زمان شد. حالا ایران اگه بخواد مثلا حمله بکنه مثلا به یک ناو آمریکایی، خوب آمریکا واکنش فوق‌العاده‌ای به نشون خواهد داد، یا اگه حمله بکنه به پایگاه‌های نظامی آمریکا، این یک نوع خودکشی برای جمهوری اسلامی است. و به باور من این کار رو ایران نخواهد کرد. بر روی هدف‌های نرم غیر مستقیم به وسیله نیروهای نیابتی کار خواهد کرد و این کارها میتونه مؤثر باشه. همین کاری رو که ایران در مورد آرامکو کرد، ببینید چه هزینه‌هایی رو برای کشورهای مختلف به وجود آمد با توجه به ائتلاف آمریکا، ائتلاف کشورهای اروپایی، ناوهای خارجی، فرستادن قوای بیشتر و و. این هزینه است که ایران به اینا تحمل کرده. هزینه‌ای رو که ایران خودش داره تحمل میکنه از طریق به حساب تحریم‌ها قابل مقایسه با این نیست، ولی در حد خودش ایران میتونه این گونه فشارها رو به کشورهای دیگه بیاره. به باور من توجهش بر روی همپیمانان آمریکا در منطقه خواهد بود، نه ممنونم خود از شما آمریکا و هدف‌های آمریکایی. ممنونم از شما، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. فرزانه روستایی، روزنامه نگار از استکهلم سوئد با ماست. خانم روستایی، الان که با شما صحبت میکنیم، من الان دیدم که حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان توی سخنرانی تلویزیونیش گفته که آمریکایی‌ها با خاری از منطقه قرار خارج شدن، احتمالاً در واکنش به رأیی که پارلمان عراق داده. ایران هم تا جایی که می‌دونیم از ابتدا خب خوشحال نبوده از حضور نیروهای آمریکایی در عراق، در واقع یه جور برد حساب میشه برای ایران. آیا می‌تونیم تصمیم در واقع جنبندیمون این باشه که ایران در واقع به خواستش رسیده با این حمله‌ای که به آمریکا به آقای سلیمانی کرده؟ در درجه اول من احساس میکنم که آقای حسن نصرالله کم کم دارن از معادلات لبنان و خاورمیانه حذف میشن، چرا که در طی 7-8 ماه گذشته اصلا معلوم نیست ایشون کجا هستن. ایشون بیروت هستن، بغداد هستن، تهران هستن. از راه دور شعار دادن خیلی کار راحتیه. بحث دوم این هست که در واقع ممکنه فضای الان خیلی احساسی باشه و مسئولین ایرانی خیلی خوشحال باشن اگر خروج نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن، یا در هر حال الان به نظر میسه همینطوره. منتها اگر شما کمی به معادلات خاورمیانه آشنا باشید و اگر شما 20 سال، 25 سال، 30 سال درگیر مسائل خاورمیانه باشید، من ادعا دارم که خب عراق و افغانستان بدون حضور آمریکا اصلا ادامه حضور دولت و شاکله کشور دچار بحران و جدی میشه. بدون حضور آمریکا هم افغانستان دچار بحران فروپاشی میشه و هم دولت عراق. شما در نظر بگیرید که القاعده الان آسیب زیادی دیده، اما توانایی قابل توجهی برای سازماندهی داره، بازسازی داره. ایسیس یا داعش آسیب زیادی داره، اما اینها توانایی قابل توجهی برای بازسازی و سازماندهی مجدد داره. بعد آیا عراقی که نصفش شده کردستان، نصفش سنی ها هستن که فعلا منفعل هستن و بقیهشون شیعیانی که هر روز تو خیابون شعار میدن و تظاهرات میکنن، آیا فکر میکنید که میتوانن جامعیت کشور عراق رو حفظ کنن؟ به نظر من این چنین نیست. قطعا بدون حضور آمریکا این دو تا کشور، حالا من در مورد عراق صحبت میکنم، دچار بحران جدی میشن. شرایط بسیار احساساتی، ایران توانایی اینو داره که سیاست خودش، دیپلماسی خودش و نفوذ خودش رو در عراق یک جورهای عملیاتی بکنه، اما در نهایت هم عراق آسیب خواهد دید و به نظر من هم آمریکا، به دلیل اینکه ایران و آمریکا در موارد بسیار حساسی با هم متحد بودن، با هم همکاری کردن. یک دیپلمات عالی رتبه ایران با هیئت نظامی آمریکا در تایباد نزدیک های مرز افغانستان، موقعی که آمریکایی ها می‌خواستن به افغانستان
میخوان حمله کنن، جز به جز تمام عملیات رو مرور کردن، با هم توافق کردن، چند روز با جزئیات صحبت میکردن که عملیات آمریکا چه کمک‌هایی را از ایران دریافت میکنه، ایران چه کار میتونه بکنه. در سوریه هم بین ایران و آمریکا هم همکاری هایی بود. اگر این دوتا ارتباط قطع بشه، من اعتقاد دارم که ایران آسیب پذیرش به شدت افزایش پیدا میکنه و در واقع تنشی در منطقه ایجاد خواهد شد که مسئول مستقیم ترامپ و شخص آقای خامنه‌ای خواهد. خانم روسایی، به کشورها، به بعضی کشورها اشاره کردن که خب وابستگی دارن به آمریکا در منطقه. اگر در صورتی که احتمال جنگ مطرح باشه، شما فکر می‌کنید که با حمله‌ای که آمریکا کرده و صدمه‌ای که زده، فکر می‌کنید قبلش چقدر در نظر گرفته آمریکا در واقع منافع این کشورهای منطقه رو؟ در واقع منافع کشورهای منطقه نیست. فعلا مسابقه رو کم کنی بین ترامپ و تیم آقای خامنه ای، به نظر من بین ایران و آمریکا هم نیست. آمریکا و شخص ترامپ و تیم ترامپ که در واقع اسرائیلی ها و تیم یهودی ها و راس ها و جمهوری های افراطی همه با هم پشت سرشون هستن، اینها تصمیم گرفتن یک جورهایی در هر حال شاخ جمهوری اسلامی رو بشکنن بعد از تحریم ها، بعد از خروج از برجام و در واقع بعد از فشار اقتصادی که به ایران وارد شده. اوضاع در ایران بسیار شکننده است و اونها فکر کردن که با یک عملیات نظامی مثل زدن آقای قاسم سلیمانی ایران پیک بحران ایران سرعت بیشتری میگیره و این اتفاق افتاد. و من فکر میکنم الان مسئله خاورمیانه و منطقه نیست، مسئله ایرانه. اونها میدونن و واقعا درست هم فکر میکنن با یک ایران امن و آرام و مصالحه جو کل منطقه در آرامش خواهد بود، اما در صورتی که ایران با آمریکا مشکل داشته باشه، نتوانند کنار بیان، مصالحه نباشه و گفتگو نباشه، کل منطقه میتواند درگیر باشه، کما اینکه الان شاهدش هستیم. ممنونم از شما فرزانه روستایی با ما. همکارم کیوان حسینی تازه‌ترین خبرها رو دنبال کرده اینجا با من در استودیو. کیوان، تا همین دقایق پیش حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان داشت سخنرانی تلویزیونی انجام میداد، چه گفت؟ جزئیات این سخنرانی چه بود؟ سخنرانی خیلی طولانی بود و ایشون میتونم بگم خیلی هم به حاشیه رفت، تا اندازه هم احساساتی شده بود. وقتی صحبت از قاسم سلیمانی یا ابو مهدی مهندس میشد، خاطرات بسیاری رو تعریف کرد از اینکه چه گذشته بین اینها و اینکه مهندس دو سه ماه پیش حتی بیروت بوده. اخیرا هم یه عکسی منتشر شد که اصلا آقای سلیمانی داره پشت آقای نصرالله نماز میخونه و البته خب دور از انتظار نیست که به هر حال این شخصیت‌های منطقه با همدیگه روابط نزدیکی رو داشتند. اما بخش مهمی از حرفاش رو اگه بخوام بهش اشاره بکنم، یک جایی هستش که خطابش به شبه نظامیان منطقه، اون گروهی رو که ایشون محور مقاومت توصیف میکنه بود. در واقع این همون شبکه‌ای هست که برخی اعتقاد دارند که آقای قاسم سلیمانی در ایجادش در کشورهای عراق و سوریه و لبنان و یمن دست داشته و برنامه ریزی و طراحی برنامه های مختلفی رو که اینها انجام میدن بر عهده ایشون بوده. آقای نصرالله خطاب به این گروه گفت که ایران از شما نمیپرسه که چه کار بکنید یا نه، به شما نخواهد گفت که به دست به کاری بزنید، اقدامی بکنید یا نکنید. این که محور مقاومت به گفته ایشون بخواد که پاسخی بده به مرگ قاسم سلیمانی و اینکه هر شاخه‌ای از محور مقاومت بخواد تصمیم بگیره که انتقام مرگ قاسم سلیمانی رو بگیره، به گفته ایشون این تصمیم بر عهده خود این افراد خواهد بود و ارتباطی با ایران نداره. به شکل غیر مستقیم به نظر می‌رسید که داره از اینها می‌خواد که دست به یک اقدامی بزنن در عین حال. و یه بخش دیگری از سخنانش هم درباره مسئله خروج نیروهای آمریکایی از منطقه گفت که آمریکایی‌ها در نهایت به شکل تحقیرآمیزی منطقه رو ترک خواهند کرد و با خودشون رژیم صهیونیستی به گفته ایشون که در واقع اسرائیل هست رو خواهند برد. و یه قسمت آخری از حرفایشون که میشه گفت اهمیت بسیاری داشت جایی بود که عملا تهدید کرد به عملیات انتحاری در منطقه و گفتش که همان کسانی که با عملیات استشهادی که عنوانی هست که برای عملیات انتحاری استفاده میکنند آمریکا رو قبلا اخراج کردند، باز هم همین کار رو میتونن انجام بدن. کیوان، به این محور مقاومت اشاره کردی و اینکه آقای سلیمانی در واقع معمارش بوده، یکم بیشتر از این محور مقاومت برامو بگو، اینکه اهدافش چیه، چه کارهایی میکنه و حالا خب گفتی که حسن نصرالله گفته که اگر اینها دست به اقدامی بزنن در واقع باعث و بانش ایران نیست.
حالا این اصطلاح محور مقاومت در واقع آغازش اساساً ارتباط خیلی دقیق و مستقیمی به آنچه که قاسم سلیمانی داشت انجام میداد نداره. یه واکنشی بود به آنچه که محور شرارت خونده شد در سخنرانی جورج بوش در سال 2003 و قبل از جنگ عراق که ایران و سوریه و کره شمالی رو محور شرارت نامیده بود، که یک روزنامه‌نگار لیبیایی گفتش که تنها چیزی که بین این سه کشور مشترک هست این هستش که در مقابل سلطه آمریکا دارن مقاومت میکنن و اسمشون گذاشت محور مقاومت. این چیزی که الان داریم اون نکته‌ای نیستش که بین مثلا کره شمالی و ایران شاید اشتراک بوده در اون زمان، بلکه ببخشید گفتم عراق و ایران و کره شمالی رو محور شرارت، اشتباهاً گفتم سوریه، جورج بوش اسمشو گذاشته بود. بعد آروم آروم این اصطلاح رو استفاده کردن از یک جایی حتی مقام‌های ایرانی و اون بخشی از شبکه شبه نظامیانی که همیشه شیعه هستند و یک ایدئولوژی مشترک و بسیار مهمی دارند که اون غرب ستیزی و اسرائیل ستیزی هست، آروم آروم در تبلیغات محور مقاومت لقب گرفت و کمبوش دیگه الان همه سران رهبرانش هم از اون استفاده می کنند. در زمینه مبارزه با اسرائیل حتی گروه‌های سنی هم توش هستند، در باقی جاها عموماً شبه نظامیان شیعه هستند و وابستگی بسیاری به ایران دارن. ایران ازشون حمایت مالی میکنه و در مواقعی هم هستش که میگه فقط این حمایت ایدئولوژیک هست، مثلا گروه انصارالله یمن. البته ایران همچنان متهم هستش که باش ارتباط تسلیحاتی هم داره و بهشون تسلیحات هم میده. کیوان، اگر میشه از واکنش افراد دیگه، کشورهای مهم دیگه در منطقه هم برامون بگو، آیا از اسرائیل واکنشی داشتیم تا حالا؟ بله، بنیامین نتانیاهو سفرش رو نیمه کاره گذاشته و برگشته به تل آویو و امروز کابینه امنیتی رو تشکیل داد و در همین جلسه بود که توپق زد و گفت که کشورش به قدرت هسته‌ای تبدیل خواهد شد. بعد اصلاح کرد به گفته خودش و جمله رو عوض کرد به قدرت انرژی. با توجه به وضعیتی که در منطقه هست شاید قابل تفسیر باشه که چطور ایشون همچین صحبتی کرد، اما مشخصاً به بحران اخیر اشاره کرد و به قاسم سلیمانی اشاره کرد و درباره قاسم سلیمانی اظهار نظری بیان کرد که با هم می‌بینیم و می‌شنویم. قاسم سلیمانی هیوی لمتام של אזרחים אמריקאים רבים. قاسم سلیمانی در دهه‌های اخیر موجب مرگ بسیاری از شهروندان آمریکا و خیلی از مردم بیگناه دیگر شد. سلیمانی حملات تروریستی بسیاری را در خاورمیانه و فراتر از آن طراحی و اجرا کرد. آقای ترامپ برای این اقدام قاطع، قدرتمند و سریع شایسته همه ستایش است. مایلم تاکید کنم که اسرائیل در تلاش درست آمریکا برای امنیت، صلح و دفاع از خود کاملا در کنار این کشور ایستاده است. שישראל עומדת לחלוטין לצידה של ארצות הברית למאבקה הצודק, לביטחון, לשלום ולהגנה עצמית. פרשת הסופטויה בנימין נתניהו נחוס וזיר ישראל ושנדיד. پوریا آسراکی تحلیلگر رسانه از تهران با ماست. آقای آسراکی، مراسم تشییع قاسم سلیمانی داره برگزار میشه، چه تصویری دارین اونجا شما میبینین از کسانی که برای مراسمش به خیابان ها اومدن؟ بنام خدا سلام عرض میکنم، این اتفاق رو تصدیق عرض میکنم به مردم ایران. اتفاق عجیبه. من امروز از اهواز شروع شد فیلمایی که در من صدها هزار نفر در خیابان گرده هم آمدن. اتفاقی که به گفته خیلی از مردم اهواز در شبکه اجتماعی امروز میگفتن یا تماس داشتن، اهواز همچین روزی به خودش ندیده بود. الان هم که تشییع جنازه در مشهد در جریانه و در مشهد هم حضور احتمالاً میلیونی بوده با توجه به ویدئویی که تا الان دیدیم، و این همراهی و این اتحاد یک اتفاق نادری است. ما در تاریخ انقلاب حتی با اینکه حالا راهنمایی انقلاب بوده، زمان جنگ بوده، شهادت مثلا شهید بهشتی، بعد مسائلی که بعد از جنگ اتفاق افتاده، حتی تظاهراتی که در 88 25 خرداد اتفاق افتاد، بعد طرف دیگه 9 دی تظاهرات کردن، هیچ کدوم از اینا رو، چه تظاهرات که جنبه ملی داشته، چه تظاهراتی که بین جناح‌های سیاسی و
در گرفته، چه مخالفین چه موافقین، شاید هیچ کدوم به این ابعاد و به این گستردگی نبوده تا این چیزی که تا الان دیدیم. و فردا هم تهران خدا میدونه چه خبر، یعنی پیش بینی دو مرتبه گرد همایی چند میلیون نفری است، بعد ببینیم که چقدر این به وقوع میپیونده. آقای آثار، که همینطور که شما صحبت میکنید بخشی از تصاویر رو از مراسم تشییع دیدیم، البته جا داره من اشاره بکنم که ما به دلیل اینکه حق پخش تصاویر زنده رو نداریم، از خبرگزاری خارجی که در داخل ایران فعالیت میکنن نمیتونیم تصاویر زنده رو برای شما بینندگان پخش بکنیم، ولی تصاویر ضبط شده از تلویزیون ایران حتما براتون پخش میکنیم. آقای آسترکی، اگر میشه الان برامون بگید که درباره تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ چی فکر میکنید؟ تهدید من مشخصا اون تهدیدی که درباره هدف قرار دادن 52 نقطه از مکانهایی که برای ایران مهم هستند گفته بودوش. ببینید، برای اینکه ببینیم تهدید ترامپ ناشی از چیه، برگردیم به این اتفاقی که افتاده. ما هنوز تشخیص دقیقی نداریم که آمریکا چرا دست به این کار زد. گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرحه، ولی تشخیص دقیق هنوز وجود نداره. من فکر می‌کنم به هر نحو و به هر دلیلی که اینا به این تصمیم رسیدن، تصمیم بسیار اشتباهی بوده. جامعه ایرانی رو نمی‌شناسن. ما در ایران روی یه سری از مسائل جامعه میتونه مثل دریا یک پارچه و قدرتمند بشه. سردار سلیمانی واجد دو عنصر بسیار بسیار مهم در جامعه ایرانی بود، هم هویت ملی و هم هویت اسلامی. و از طرفی اصلا شهادت ایشون با اون وضعیتی که اتفاق افتاد، به دست خود آمریکا اتفاق افتاد، به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا اتفاق افتاد، یه صحنه حماسی بسیار عمیقی رو ترسیم کرد در ذهن ملت و روی بسیاری از ارزش‌ها و ارزش‌های هویتی ما، عناصر هویتی ما دست گذاشت. این واکنش مردم و این هماهنگی و این اتحاد مسلماً پیش بینی نمی‌شد برای آمریکا. الان ما در شرایطی هستیم که حتی اگر دولت، مجموعه حاکمیت، قصد سازش، قصد مذاکره، قصد به نوعی در واقع تعامل غیر سخت و خشن با آمریکا داشته باشه، در این موضوع مردم اجازه نمیدن. یعنی این تبدیل شده به یک مطالبه گسترده که یک جوابی میخواد، یک پاسخ درخوری میخواد این عملیات تروریستی آمریکا. برای این وضعیت رو وقتی ترامپ میبینه طبیعتاً از دستپاچگی میاد، همچین توییتی میزنه که حتی سایت‌ها، مرکز فرهنگی ایران رو میگه من اون چیزی که برای فرهنگ ایران مهمه بمباران میکنم. این پس هدف نظامی نیست، هدف بازدارندگی نیست. این ترس و در واقع خصومت ترامپ با قلب ملت ایرانی که فرهنگشه و تلافی کردن عنصر این اتحاده، روی عنصر این اتحاد. آقای آسراکی، در تظاهراتی که خب اخیراً شاهدش بودیم در آبان ماه، خب سپاه مسئول اصلی سرکوب کردن تظاهرات بود و خب آقای سلیمانی هم بالاخره فرمانده سپاه هستن. الان فکر میکنین شما بالاخره در ایران هستین، فضا رو از نزدیک میبینین. چیزی که ما در فضای مجازی میبینیم اینه که کسانی که از طرفی طرفدار حکومت ایران هستند و بودند، مخالف حکومت ایران بودند، الان با هدف گرفته شدن آقای سلیمانی در واقع دارن طرفداری میکنن از حکومت ایران. شما این مسئله رو چجوری ارزیابی میکنید؟ ببینید، دو سه نکته مختلف رو باید توجه کنید. نکته اولش اینه که ایران یک جامعه با بیش از 80 میلیون جمعیت، این جامعه تنوع فکری سیاسی خودش رو داره و مثل هر جامعه پویای دیگری افراد مختلف با گرایشات مختلف در اون دارن زندگی میکنن، اظهار نظر میکنن و احیانا فعالیت سیاسی اجتماعی داره. این یه نکته. پس اینکه قرار نیست همیشه 100% همه مردم یک جور فکر کنند و یک جور حرکت کنند. منتها
در مورد شهادت سردار سلیمانی و همراهانش ما شاهد یک اتحاد حداکثری هستیم. یعنی من بعید میدونم چیز دیگری در حوزه سیاست امنیت شاید نتونه مردم رو اینقدر کنار هم جمع کنه. این یه نکته. نکته دیگه بحث در واقع این هستش که کشور ما سالهاست تحت شدیدترین عملیات روانی رسانی از خارج از کشوره. شما هیچ کشوری رو در دنیا سراغ ندارید که این حجم از تلویزیون، سایت، پروژه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اطلاع رسانی، تاثیرگذاری و همینطور تعداد بسیار زیادی کاربر ناشناس که بخش زیادیشون فیکن در شبکه‌های اجتماعی، اینا 24 ساعت مشغول عملیات روانی علیه ایران هست. بنابراین طبیعی که یک بخشی از جامعه بالاخره از این عملیات روانی هم تاثیر گرفته باشه یا بگیره. منتها بزرگی مسئله مثل ترور سردار سلیمانی و ارتباط ایشون با هویت ایرانی و ارزش‌های ایرانی اونقدر زیاده که اون بخش در حداقل در یک اقلیت بسیار کوچکی به نسبت کل جامعه قرار میگیره. و این یه قسمت دیگه هم داره که نگاه سیاسی و رفتار سیاسی خود سردار سلیمانی بود که اگر لازم باشه من خدمتتون عرض کنم. ممنونم از شما. وقتمون به پایان رسیده. خیلی ممنونم از شما آقای آسراکی. همکارم فرنوش امیرشاهی الان با من در استودیو است. فرنوش، امروز خب شاهد مراسم تشییع قاسم سلیمانی بودیم که تظاهرات تجمع گسترده‌ای هم بود و افراد زیادی تو شرکت کرده بودن. از آخرین اخبار برامون بگو. همینطور پریزاد، همچنان این مراسم در حال برگزاری قراره که در مشهد این مراسم برگزار میشه، اونطور که تلویزیون ایران این مراسم رو به طور زنده پوشش میده. جمعیت بسیار زیادی حاضر شدن، مقامات در تعدادی از اونها در این مراسم حضور دارن. قراره که در واقع به نوعی به قول معروف طواف داده بشه در حرم امام رضا و بعد از اون منتقل میشه به تهران. فردا قرار هست که در دانشگاه تهران مراسمی برگزار بشه و آیت الله خامنه ای هم قراره بر در واقع تابوت قاسم سلیمانی نماز بخونه. به همین دلیل هم تهران فردا تعطیل اعلام شده. بله، تهران فردا تعطیله و کرمان جایی که قراره به خاک سپرده بشه پس فردا تعطیله. اما جدای از این مراسمی که در حال برگزاری با به صورت بسیار نمادین، با شکوه بسیار، با حمایت‌های کامل دستگاه‌های تبلیغاتی و ایدئولوژیک حاکمیت در ایران، در کنارش خب یک میشه اینطور ارزیابی که با توجه به اتفاقاتی که داره پشت سر هم میفته، یک برهه تاریخی مهمی برای ایران اتفاق افتاده و نگرانی از اینکه آیا جنگی در بر میگیره یا نه، میشه گفت که بچه اشتراک موزگیری تمام چه فرماندهان نظام امنیتی ایران و چه فعالان سیاسی و یا هر در واقع حتی فعالان در شبکه‌های اجتماعی است که به کجا خواهد رفت. از جمله مثلا دیروز گروهی از فعالان سیاسی اصلاح طلب یک بیانیه داده بودند، توصیه کرده بودن به خیشتنداری. امروز هم دوباره یک بیانیه دیگه منتشر شده که در بین امضا کنندگان اسم تعدادی از اعضای فعالان ملی مذهبی دیده میشه و اونها هم هرچند که این در واقع اونچه که گفتن ترور قاسم سلیمانی است و محکوم کردن، اما خواستن که عقلانیت به خرج داده بشه و به سمت جنگ ایران پیش نره، سعی کنه که تصمیم عاقلانه بگیره، منافع ایران رو و اقتصاد ایران رو و وضعیت سیاسی امنیتی ایران رو در نظر بگیره. این رو میتونیم در صحبت‌های فرماندهان سپاه هم ببینیم، مثلا اینکه سردار کوسری از فرماندهان ارشد سپاه در صحبت‌هاش گفته که ایران به موقع سر فرصت و در واقع تصمیمی که برازنده هست و برازنده ایرانه و در حد اون رفتاری هستش که آمریکا انجام داده رو خواهد گرفت. یا اینکه هرچند لحن تهدیدآمیزه ولی باز هم همه اونها میگن که ایران احساسی عمل نخواهد کرد و این موضوع رو بررسی میکنه که چه پاسخی بده، ولی همچنان به هر حال تصمیمی اتخاذ نشده. امشب
امشب البته قراره که جلسه برگزار بشه برای تصمیم گیری در مورد گام پنجم ایران در مورد برجام که در پایان مهلت 60 روزه ایران به اتحاد اروپا قراره که تصمیم گیری بشه در مورد برجام که چه خواهند کرد. فرنوش، به صحبت‌های آقای کوسری اشاره کردی که گفته در زمان و مکان مناسب ما پاسخ می‌دهیم. این به این معناست که لزوماً در آینده نزدیک ما شاهد این انتقام سختی که ایران ازش صحبت می‌کنه نخواهیم بود در واقع؟ شرایط ایران در حال حاضر بسیار پیچیده است. تصمیم گیری در مورد اون سخته به دلیل اینکه هر تصمیمی که بخواد ایران بگیره نه تنها در مورد سرنوشت و آینده ایران بلکه منطقه رو هم در بر میگیره. ایران به هر نمیتونه در حال حاضر به تنهایی هم تصمیم بگیره. به نظر میاد که کشورهای منطقه، کشورهایی که با ایران در ارتباط هستند هم فشارهای زیادی بر روی ایران میارن برای اینکه به یک تصمیمی بگیره که اون کشورها رو هم تحت قرار نده. همین امروز تماس‌های تلفنی پرتعدادی وزرا و نخست وزیرها و مقامات و رؤسای جمهور کشورهای اطراف ایران داشتند با رئیس جمهوری ایران. آقای روحانی هم البته در یک از این تماس‌های تلفنیش خطاب به همسایگانش از اونها خواسته که واکنششون بدن و سکوت نکنن و گفته که اونها باید بیان این اقدام رو محکوم بکنن. به هر حال هر تصمیمی که ایران بگیره تصمیمی است که چه جنگ باشه و چه بخواد که حالا به قول معروف بخواد که حالا عقب نشینی بکنه یا هر تصمیمی میتونه بسیار تصمیم سختی باشه و باید ببینیم که چه خواهد شد. فرنوش خیلی کوتاه لطفا در مورد تاثیرات بین المللی کشته شدن آقای سلیمانی صحبت کردیم زیاد، در مورد تاثیر سیاسیش در داخل ایران برامون بگو. به هر حال قاسم سلیمانی همه میگن دست راست آیت الله خامنه ای بوده، فرد دوم کشور بوده، سیاست های ایران رو پیش می برده در خارج از ایران. چه تأثیری در داخل ایران داره نبودن او؟ خب از یک طرف می‌بینیم که به هر حال او فرمانده بزرگ سپاه بوده و از دست دادن او برای رأس حاکمیت در ایران در واقع یک خسران بزرگه، ولی از اون طرف در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی می‌دیدیم موافقان و مخالفان زیادی بین در واقع کاربران بود که آیا ترور او یک خسارت یا اینکه نه او به هر حال خودش هم دست داشته در بسیاری از سرکوب ها. از امروز که ترامپ این توییت رو کرد که تهدید کرد به اینکه ممکنه 52 مکان فرهنگی ایران رو بخواد مورد هدف قرار بده، ورق تا حدودی برگشته و میشه گفت حالا که دیگه بحث تمامیت ارضی ایران مطرح شده مخالفان هم یک مقداری نرمتر شدن و نظرشون برگشته. چیزی که در این چند روز اخیر می‌بینیم که بسیاری از همین نمایش گسترده تلویزیونی و در واقع در نظر گرفتن گسترده اینکه چطور این مراسم رو پوشش بدن تأثیر داشته و تلاش می‌کنن یک همبستگی ملی ایجاد کنن. اما این وسط چیزی که به فراموشی سپرده شده و چیزی که کنار گذاشته شده کاملا مطالباتی هست و حرکتی هستش که در اعتراض‌های آبان ماه ایجاد شده بود و کاملا به فراموشی سپرده میشه. امروز کسی نمیپرسه که خانواده پویا بختیاری کجان، کسی نمیپرسه که تعداد کشته های اون اعتراض ها به کجا رسیده. فضای انتقادی به هر حال به طور زیادی محدود شده. نه. مثلا خبرگزاری خبر آنلاین به خاطر اینکه از لفظ در واقع کشته به جای شهید استفاده کرد براش پرونده قضایی تشکیل شد و به نظر میاد که فضای سیاسی بسته‌تر خواهد شد. ممنونم از فرنوش امیرشاهی همکارم در استودیو با ما. از شما مخاطبانمون هم خواستیم که نظرتون رو درباره تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا برای ما بفرستید. بعضی از این پیام‌ها رو با هم می‌شنویم. والا به نظر من که منظورش تخت جمشید، آرامگاه کوروش یا طاق بستان نبوده. منظورش شاید حوزه‌های علمیه بوده یا قرارگاه‌های فرهنگی سپاه. کلاً ترامپ بلد نیست درست حرف بزنه، ولی بلده که چطور عمل بکنه و اینه که مهمه. یه نظریه دیگه هم هست از اونجایی که خب دولت ایران میدونه که مراکز فرهنگی و تاریخی رو نمیشه طبق قوانین بین الملل زد، شاید از اونجا به عنوان سپر استفاده کنه، مثلا زیر اون مناطق رو به عنوان حالا انبار مهمات و تسلیحات و موشکی‌ها استفاده کنه، شاید اون قسمت رو
مورد اصابت موشک قرار بده. احتمالا هم اگر ایشون بیاد حمله کنه یا از این مواردی رو که ادعا کرده عملی کنه، قطعا پایگاهاش تو منطقه تو خاورمیانه همه جا هدف نیروهای مقاومت قرار میگیره و تو این نبرد قطعا نیروهای آمریکایی شکست میکنن، شک نکنید. تنها موردی که میتونه اون بخش مخالفی که یا اونایی که یه ذره با نظام مشکل دارن با نظام همراه کنه، همینه که به میراث فرهنگی حمله کنه. من کاملا با این قضیه مخالفم. تازه به نظر من مردم باید بیشتر جدا بشن از جمهوری اسلامی به خاطر این قضیه، چون سوالی که مردم باید از خودشون بپرسن اینه که خب یه عیبی هست، یه عیبی از دولت جمهوری اسلامی هست که هم مردم خودش ازش ناراضین، هم مردم منطقه ازش ناراضین و هم کشورهای غربی ازش ناراضین. امیدوارم که جنگ نشه، ولی اگه جنگ بشه قطع به یقین همه ما باز خواهیم رفت. درسته که ژن‌های خوب الان تو خود آمریکا دارن لذت میبرن از زندگی، درسته که اینجا مشکلات داریم، ولی ما حداقل ایرانی هستیم و باز اگه جنگ بشه با همه مشکلاتی که داریم، با همه اتفاقاتی که افتاده، به خاطر دینی که به این خاک داریم باز هم میریم. نابودی مکانهای تاریخی و فرهنگی بخشی از اقدامات القاعده و داعش. ترامپ با این توییت ثابت کرد که مؤسس القاعده و داعش آمریکاست و حالا که داعش شکست خورده، ترامپ میخواد انتقام داعش رو از ایران بگیره. شاید تو جملاتش بیاد با زبان دیپلماسی بگه اگه ایران اقدامی بکنه بندم اماکن با ارزش و فرهنگی رو مورد هدف قرار میدم، ولی اساساً منافع آمریکا زمانی تعمیم میشه که این رژیم سر کار باشه، پس نمیخواد تغییر بده. و اینکه بارها ایشون تهدید کرده بود که من ایران رو نابود میکنم، نشان دهنده اینه که ایشان مخالف کل مردم ایران هست، دشمن ما مردم ایران هست. من نمیدونم که دقیقاً چه مناطقی رو قراره بهش حمله بکنه، ولی امیدوارم مردم این وسط آسیبی نبینن، چون خود آمریکا همش داره میگه ما پشت مردم ایران هستیم و هواشون رو داریم. نظر بعضی از شما مخاطبانمون رو شنیدیم. دوباره یادآوری میکنم که پارلمان عراق لحظاتی پیش به خروج نیروهای خارجی از این کشور رأی داد. نمایندگان پارلمان موافقتنامه‌ای که مبنای حضور نیروهای آمریکایی بود رو لغو کردند و استفاده از حریم هوایی، دریایی یا زمینی این کشور برای اهداف نظامی خارجی رو ممنوع کردند و بر اساس این مصوبه داشتن سلاح در انحصار نیروهای دولتی درآمد. بیننده برنامه ویژه ما بودید در امروز که مراسم تشییع قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران و ابو مهدی مهندس از فرماندهان هشت شعبی در امروز در حال برگزاری این دو نفر در حمله پهپادهای آمریکایی به همراه تعدادی دیگر به قتل رسیدند. پنجشنبه شب مراسم تشییع از دیروز در عراق آغاز شد، امروز در اهواز و در مشهد مراسم تشییع ادامه داشت و فردا در تهران این مراسم برگزار میشه و قرار است که قاسم سلیمانی روز سه شنبه در زادگاهش در کرمان مراسم خاکسپاریش برگزار بشه. ممنونم از اینکه با ما در بی بی سی فارسی همراه هستید. در بخش‌های بعدی خبر باز هم با شما خواهیم بود.